پس از نزدیک به یک سال معترضانی که در اعتراض به اجرای عملیات خط و لوله نفت و گاز داکوتای شمالی در مسیر این عملیات اردوگاهی برپا کرده بودند، با حمله وحشیانه پلیس ناگزیر بخش بزرگی از چادرها را رها کردند. تعدادی از معترضان در این محل از جمله چندین کهنه سرباز که در حمایت از قبیله ایستاده چون صخره به این حرکت پیوسته بودند نیز بازداشت شدند. فرماندار داکوتا در این باره میگوید: بزرگترین پرسشی که برای آینده مطرح است این است که آیا کسی در این اردوگاه باقی میماند یا نه. میخواهیم مطمئن شویم که آیا میتوانند داوطلبانه بروند و متعلقات و تمام چیزهایی که ما فکر میکنیم از نظر فرهنگی برای آنها بار معنایی دارد با خود ببرند یا نه. برخی از معترضان پیش از ترک محل چادرهایشان را در اعتراض به سرکوبهای پلیس آمریکا به آتش کشیدند. گروه اندکی از معترضان میگویند در این اردوگاه میمانند، مثل این مرد که گفت کاملا به جنبشی که اینجا در جریان است اعتقاد دارد و خطراتش را میپذیرد. قبایل سرخپوستی مستقر در این ایالت میگویند این خط لوله ضمن عبور از سرزمین مقدس آنها رودخانه ها را نیز آلوده میکند.